سلام سلام به دوستان نازنین فیلمخانه خب امروز میخوایم بریم سراغ توماج دانش و مریل استریپ چه شود اما قبل از اون یه صحبت کنیم راجب به اسپانسر جدیدمون کلینیک دندان پزشکی امیدوارم در تورنتو دیگه با این به درد دوستان سایر کشوران نمیخوره ولی دیگه هر کس گذرش به تورنتو میفته و میتونین از این و بریم آگهی خودشون رو ببینیم قشنگ خوب توضیح دادن سلام به دنتین فامیلی دنتیستری خوش اومدین. یه خبر خوب برای کسایی که سی, سی دارن. ما توی دنتین فامیلی دنتیستری براتون سرویس رفت آمد رایگان داریم. فقط کافیه با ما تماس بگیرین تا در کمترین زمان ممکن فری رایت در اختیارتون قرار بگیره. سی یک بیمه دولتی هست که دولت کانادا برای شهروندان کانادایی برای خدمات دندانپزشکی در نظر گرفته. که الان توی فاز اول شهروندان بالای 65 سال و زیر 17 سال رو شامل میشه. زمنان ما یه پروموشن تابستونی هم داریم برای بیماران جدید کلینینگ و چکاپ فقط 99 دلار تا آخر آگست. منتظر تماستون هستیم شماره تلفن وبسایت زمنان یادتون نره اینستاگراممون هم فالو کنید آقای دانش بهزادی خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید مدتی بود غیبت داشتید البته میدونم سرتون خیلی شلوغ و اینجا کلاس های آموزشی مختلف و دارید و یه تئاتر جدید هم قرار اجرا کنید که اگه که یه تیک فیلم رو بدید اینجا پخش میکنیم دوستانم بدونن که با کی طرف خب ماهی یک بازیگر رو مورد تحلیل قرار بدیم بله, بله. یا بازیش تو یه فیلم یا دو فیلم یا مجموعه کارهای زندگی شد کلی متاداش متودای بازیگری شد اون بار که دانیل دی لویس توضیح دادیم شما گفتی که مریل استریپ دومین بازیگریه که من خیلی دوستش دارم به این چیزی بله بله. خب بریم سراغ مریل استریپ بازیگر برجسته ای که بارها و بارها نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب و نشد و بکنم سه تا اسکار و چهار پنج تا هم گلدن گلوب برای بله 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 بله. خب بفرمایید من اول درود میفرستم به شما و مخاطبین خوب برنامه زیبا خیلی خوشحالم که دوباره به کنارتونم ببخشین واقعا قیبته منو ببخشین یه ذره اینجا درگیره همجور گفتین کلاس و کار هنری و, و آمادگی یک اجرا هستش که حدود یک, یک ممیدون دو ماه دیگه در دوازه سپتامبر رو اجرا راجب صحبت کنیم بله بله دوازه سپتامبر در فوریه مال ما یه اجرا خواهیم داشت که اه اه همین که یک ورکشاپ دارم ورکشاپ ایده از اجرا با تم وطن خانم کاملی غزلی و مسعود فرجی متنش رو نوشتن همزمان کارگاهی و امیدوارم که اجرا اجرا برومندی بشه ایرانی خوب اونجا ببینیم و یه ساعت خوب هنری رو با هم بگذاریم The most passionately read love story of our time. Clint Eastwood. Meryl Streep. The Bridges of Madison County. in و به نظرم ش... گفتین من تو برنامه قبلی گفتم که بعد از دنیل دیلویز میل سریب تو این چند روزی که قرار بود درباره این هنرمند بزرگ صحبت کنم دوباره که مرورش کردم بررسیش کردم دیدم که شاید با دیگه این سری اعتماد به نفس با قدرت و بدون چیز انتخاب میکنم به نظر من بهترین بازیگر تاریخ سینماست یعنی و من شاید به اون دلیل میگفتم دومین بازیگر مورد علاقه هم. چون که خب خود خودم مردم و همیشه وقتی میخوام نقشه ها رو میبینم که دارم بازی میکنم دنیل دیلوز رو انتخاب میکنم ولی به نظرم مریل استریپ اصلا باز ویژه است یعنی یک جایگاه دیگه قرار میگیره هنر بازیگری و مدیوم سینما رو به نظرم ارتقا میده در یک سطحی که مخاطب از اینکه تو دورانی داره زندگی میکنه که مریل استریپ داره کار هنر هنرش رو توی سینما تئاتر ارائه میده باید به نظرم به خودش بباله یعنی حالا جالبه وقتی مرور میکنیم سیر فیلماشو یا کارهایی که کرده حدود 72 دو دو تا فیلم بازی کرده و 21 بار کاندید اسکار شده اصلا دیگه من نمیدونم اولین چیز... شده بس سه بار من به نظرم خیلی دیگه براش مهم نیست برنده میشه یا نه یعنی علی. یعنی شما 21 بار فیلم یعنی شما من نمیدونم 21 بار کاندید اسکار بشی مگه چه چه قدر در ذهن تو و یا بدن تو یا جهان هنری تو این امکان وجود داره که 21 کاراکتر خلق کنی و این 21 کاراکتر رو نتونن کاندید اسکار نکنن یعنی به نظر من اصلا یه چیز دست نیافتنی انگار مثلا بنا... حتی مثلا اه... کسایی که میخوان وارد بازیگری بشن یا دارن این کار انجام میدن حتی فکر میکنن که مثلا بخوان تو این رشته موفق باشن و یا مثلا به جاهای بزرگ برسن 21 بار کاندید اسکار نمی وقت <applause> حتی خیال پردازیش هم یه ذره ناممکنه <applause> مثلا ما به می میگیم لطفا برای این نقش خیال پردازی کنیم تخیلتون رو قوی کنیم ولی هیچ وقت در مورد خودشان نمیگن من مثلا حتی حتی مثلا دارم تو سطح بالای بازیگری تو هالیوودم کار میکنم هیچ وقت بیست بار امکان اسکار کاندید شدن برا برای خودم و یا برای هیچ کس... داره بازی میکنه دقیقا هنوز داره در یه سطح عجیبی بازی میکنه بازی میکنه, میکنه. یعنی موقع بازی میکنه شما باید بدونید کاندید اسکار هست یعنی <applause> به نظرم خیلی جاهام اشتباه کردم بهش ندادن چون فکر بله. می‌کردم حالا حالا ها که هستش و مثلا همین فیلمی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم اوسیج آگوست اوسیج کانتی یا مثلا پول های مدیسون بریم سم... ببینیم یه تیکه آره است آره 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 حتما با عشق بریم ببینیم آره بریم ببینیم بعد برمیگردیم راجع صحبت می‌کنیم بیل، where are you living now? Beg your pardon? You and Barb separated, right? Or are you divorced already? Is there a younger woman involved? You've said enough on this topic. Yes. Well, see, odds are against you there, babe. That's pleasant. My day, families stayed together. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. You're supposed to be smoking. Is anybody supposed to smoke? What are you doing? Do I smell what I think I smell? Be a father! Help me! Our kid is trying to deal with this madhouse you dragged her into. This madhouse is my home. Yeah, think about that statement for a second. Ah! Marriage is hard. That's one thing about mom and dad. You gotta tip your hat to anybody who could stay married that long. Karen killed himself. Thank God we can't tell the future. We'd never get out of it. <applause> آره ببینید من میخوام از اینجا شروع کنم خب بازیگر بزرگی خب روش های متفاوتی دارن مثلا دنیل دانیل دیلویز رابرت دنیرو مالو براندو خب سیستم متود رو خیلی به صورت وسواسگونه انجام میدن و حتی سر فیلم برداری هم یعنی خب آدم هایی که تو این سیستم کار نمیکنن با این دوستان سر فیلم برداری هم، همشون شهادت میدن که خب کار کردن باشون یه ذره سخته و من نمیدونم مریل استریپ رو بذاریم تو این کتگوری یا نه میدونین هیچ وقت متد اکتینگ رو به اون شکلی که بره اکتورز استودیو خیلی دنبال نکرده ولی خودش روشهای های متد اکتینگ رو به کار برده و خب بعد از فیلم شیطان پرادا یعنی اونجا که بازی میکنه تو این فیلم همین مال از چند سال پیش بود اعلام میکنه من دیگه از این سیستم استفاده نمیکنم به دلیل اینکه هم باعث میشه من لذت نبرم در حین ساخت کاراکتر و رسیدن و فیلم برداری هم خودم خیلی لذت نمیبرم هم همکارایی که با هم دارن همکاری میکنن اگر بخوام تاریخچش رو نگاه کنیم حتی مثلا فرض کنیم در سال 1995 که فیلم این The Bridge of Madison County یا پول های Madison کانتی رو بازیگر و ما داریم روشمانوف میدیم یا فیلم خوب آگوست توی بله بله بل بل کارگردان که لیست و جالب بریل ریپ هم اونجا دختر یعنی ب... بازیگریه که هنوز در دوران خیلی جوانی شه. فیلم استثنایی این اصلا یک حسی دارم. دارم. عجیبه به نظر من عاشقانه عجیب قریب قریب به نظر من همه عاشقانه های تاریخ سینما یک طرف این عاشقانه یک طرف خود فیلم به نظرم من توصیه میکنم هر بازیگر مردی هر بازیگر زنی چه سینما رو شروع کرده تازه چه میخواد شروع کنه چه در اوج دوران حرفه ایش به سر میبره این فیلم رو یک بار ببینه متوجه میشه که عشق در سینما به عنوان یک بازیگر شما بخواین کاراکتری رو پردازش کنین از صفر تا صد مثلا مریل استریپ تو این فیلم خب شوهر داره بچه داره و یک زن خانه داره و کلینت ب... یه اکاسیه که قرار بیاد حالا درباره پلهایی که تو این منطقه هستن منطقه مدیسون کانتی مدیسون بیاد یه عکس بگیره اتفاقی که بین اینا میفته جهانی که بین اینا شکل میگیره آنچنان زلال و عاشقانه است که شما فقط فکر میکنید این دوتا کارکتر میتونن این جهان عاشقانه ای فیلم رو در بیارن و به نظر من سکانس به سکانس فیلم کلاس بازیگریه یعنی اون سکانسی خداحافظیشون که شوهرش برگشته مریل استریپ توی ماشین نشسته داره بارون میاد و کلینت توی خیابون وایستاده و حالا کارگردان این سکانس که بی نزیره. انگار یه فضای آبی مهالود غرق در بارون که این اتفاقا به نظرم دارن شسته میشه این عشق و این یک پاکی میده به این صحنه و این فضای آبی یک تنهایی عمیق بین این دوتا و این این دوتا کارکتر از اون دنیا از اون جهان خارج میشن بازی ها یک یک کلمه دیالوگ نمیگن یک کلمه و دوربین چهار پنج دقیقه در خداحافظی اینا رو میگیره با ریاکشن های عجیب و غریب یه ریاکشن داره مریل سریپ اون روش رو بر برمیگردون متوجه میشه که نباید نزدیک بشه به ماشین مریل استریپ وقتی بر برمیگرده مریل استریپ میشکنه سرش رو میاره پایین و حالا من نمیدونم صدا بردار و آهنگساز و صداگذار مطمئنم به خاطر ریاکشن زیبای مریل استریپ که اینجا درست همزمان با فرو ریختن مریل استریپ صدای رد و برق میاد یعنی این و بعد که شوهرش وارد ماشین میشه این فرار از بر پناه بردن به تنهایی خودش به نظر من شاهکاره من این فیلم رو خیلی دوست دارم از این منظر که هر موقع نگاش میکنم دوباره دلم میخواد عاشق باشم انگار دوباره دلم میخواد از صفر بازیگری رو یاد بگیرم چون به نظر من به نظر من سختترین کار در بازیگری بازی, بازی کردن فیلم های عاشقانه است و ب... ب... کار هر بازیگری نیست بسیاری از بازیگران دنیا فیلم های عاشقانه بازی کردن و به نظرم موفق نبودن و این فیلم به نظرم تو لول بالاییه عشق از اون پت... فضاهایی که هر بازیگری نمیتونه سراغش بره و حالا جالبه ببینید سال 1995 خب بزرگی داشتن کار میکردن برای مردا بازی با وزن یک چیز متداول تو سیستم متد خب وزنشون رو میارن بالا میارم پایین ولی برای زنا خیلی وجود نداره مخصوصا تو حالا باید تو دورانی از سنت به سر میبری که میخوای بدنت آسیب نبینه صورتت آسیب نبینه و زنی زیباتر به نظر برسی میخوای فیلم عاشقانه بازی کنی اینا خیلی جالبه ولی مریل میاد برای اینکه یه زن خاندار رو داره بازی میکنه و خب توی اون منطقه هم زنها یک ویژگی های فیزیکی دارن 20 کیلو اضافه وزن میکنن این خیلی یعنی نمید. آره جالبه. خیلی جالبه و برای حالا قبلترش بریم دنیای صوفیش رو بریم به نقشه رو ببینیم خیلی اتفاقا لاغره و خیلی هم صورت دست نخورده من خیلی از این صورت بکر ملی خوشم میاد اتفاقا دماغش به نظرم خیلی بهش ویژگی و کاراکتر داده ولی میاد 20 کیلو اضافه وزن میکنه ببین از این جهت میگم که این حالا بازیگر رو ما میتونیم بذاریم تو سیستم متد یا یعنی. نه روش هایی که به کار میبره همین یعنی دقیقاً روش هایی که وزن اضافه میکنه کاراکتر رو خوب تحلیل میکنه ولی از اون جنس مثل دنیل لویز و یا رابرت دنیرو و یا حتی مالو برانتو های اون سبک متود رو نداره مثلا که بخواد آزارهای عجیب غریب روانی ببینه جالبه مصاحبه رو که از همون دوران جوانی تا الان میبینیم من نقاط مشترکی میدیدم که میبینم نگاه این آدم به بازیگریه و این نگاه و پرورش میده مثلا ازش میپرسن چقدر خوب اونجا وزن اضافه کردی چقدر جالبه که مثلا فرض کن توی انتخاب سوفی یا سوفی چویس که به نظرم یکی از بهترین بازیاشو کرده و اسکار هم گرفته من اتفاقا به دو فیلم رو انتخاب کردم که کاندید شده ولی اسکار نگرفته و میگم حیف به این دو تا فیلم بعد اسکار میگرفت <applause> اینا, رو اینا رو که اسکار نگرفته حالا حیفه دوست بیشتر واقعا به نظر من عجیب و غریبه این آدم حالا جالبه مثلا توی انتخاب صوفی میاد یه شخصیتی رو بازی میکنه که این شخصیت لحجه روسی لهستانی داره و خب همه خیلی روش مانور دادن همه گفتم چیکار کار کردی چجوری ازش هر موقع سوال پرسیدن یا مثلا پرسیدن تو چجوری تو اون فیلم توی فیلم مثلا همین فیلم که داریم میخوایم در موردش هم صحبت میکنیم آگوست در استشکانتی کانتی چه جوری این جنس لهجه رو برای این انتخاب کردی چه جوری اونجا این کارو کردی چه جوری اونجا این فیزیکو انتخاب کردی و اینا خودش میگه خب اینا که کاری نداره یعنی میگه اینا کارا باید بکنیم یعنی این کارا رو کارهای روتین بازیگری میدونه میگه خب استاد گرفتم چند سه ماه روزی چهار پنج ساعت برای لحجه روسی لهستانی کلاس میدیدم میگه اینا کار بازیگر اتفاقا نیست میگه میگه اتفاقا من هر جا بده میبینم در ما بازیگرها سوالهایی مثل این میپرسن که این خب یه کار طبیعیه من بازیگر مثل یک بوم میمونم که وقتی لحجه میذارم مثلا دارم رنگ قرمز رو مثلا برای این کارکتر انتخاب میکنم دارم رنگ آبی رو انتخاب میکنم این استایل براش رو انتخاب میکنم برای نقاشی میگه این کارا که کارهای باید بازیگر انجام بده حالا جالبه اینا رو جز کارهای روتین بازیگری میدونه کارهایی که ما تو سیستم بازیگری خودمون توی ایران میبینیم مثلا یه تنبلی وجود داره همه خودشون هر همون جوری حرف میزنن همون جوری که دکتر همون جوری که بیان روزمرهشه همونه بازیگرهای ما نقش مهندس همونه نقش قاتل همونه و هیچ تغییری پیدا نمیکنه این کلام و بیان و جان ولی اینا میگه کارهای روزمره است و من دیدم چیزی که براش مهمه میگه هیچ وقت درباره بازیگرها صحبت نمیشه و میگه نمیشم درباره صحبت کرد میگه اون قسمتی از بازیگریه که من روح یا کالبود اون با اون, با اون نقش رو پیدا میکنم و رابطه برقرار میکنم بین خودم و نقش میگه مهمترین وظیفه بازیگر اونجاست و به نظرش بازیگر و نابازیگر اتفاقا اینجاست میگه همه چی شما میتونی یاد بگیری بیاموزین روش ها تکنیک ها رو که کاری هم نداره میگه میرین کلاس و و و ولی میگه تنها جایی رو که نمیشه به آموخت یا یاد داد به هنرجوها و بازیگر این قسمته و از نظر اون این یا زیست بازیگر یا حالا استعداد از نظر اون که اینجا متمایز میکنه بازیگر خوب و بازیگر بد و خیلی خیلی به عنصر تخیل ارزش قائل میشه بسیار یعنی به جای اینکه فرض کنیم بره خیلی خودش و بدنش رو روانش رو در موقعیت واقعی قرار بده که اون نقش رو درک کنه بسیار به عنصر تخیل ایمان داره و کاری که میگه میکنم میگه من انقدر نقش رو میخونم 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 می خونم. تا بتونم یه حاله ای از نقش رو پیدا کنم که ببینم چه جوری راه میره تو تخیلم چه جوری حرف میزنه و اون لحظاتی که صداشو میشنوم و یا راه رفتنش رو پیدا میکنم دیگه ولش نمیکنم هی hey, از ای سوال میکنه از ای سوال میکنه ازش سوال میکنه تا این تخیله در کالبد خودشم در بدن خودشم بشینه یکی از کارهای عجیب و غریبی که میکنه بین خودش و نقش و تخیلی که درباره نقش میکنه دنبال شباهت ها میگرده میگه میگردم تا ببینم کجا من شبیه خودم پیدا میکنم یه عنصری یا یک خصوصیتی در نقش و خودم رو تو اون خونه یا تو اونجا قرار میدم و از اونجا شروع میکنم نقش رو پرورش دادن خب این یه با سیستم متود متفاوته حالا جالبش اینه که بهتون بگم استانسلاوسکی زمانی که داشت شاگرداش رو در روسیه داشت خب دو تا شاگرد داشت که با روشش مخالف بودن یکی مایر هولد بود که سیستم بیومکانیک رو راه اندازی میکنه و وقتی سیستم بیومکانیک رو راه میندازه به نظرم یه امکانی به جهان نمایش مخصوصا میده که ما از اون موقع به بعد خیلی از سبک های نمایشی در جهان مدرن و مدیون سیستم بیومکانیک مایر هولد هستیم و یه شاگرد دیگه که برادرزادی چخوف نویسندم هست میخایل چخوف هستش که از شاگرداشه و با, با سیستمش مخالفت میکنه و چیکار میکنه میخواد چه خب بسیار بسیار به عنصر تخیل ارزش قائل میشه و اتفاقا جالبه میخوام میگم حالا استاد یعنی چی کسی که اندیشورز هنرمنده یعنی چی استانیسلاوسکی میاد به هر دو این امکان میده براشون شرایطی به وجود میاره که برن تو روشهای های خودشون تحقیق کنن و خب میخواد چه خب سیستم خودش رو به وجود میاره و مهرهولد سیستم خودش رو و سی... نمیزنه <تصفيق> <تصفيق> نه از گیرامش رو نمیزنه اتفاق کمکشون میکنه اجازه میده اون آزمایشگاه های خودشون رو برگزار کنن خب میخواد چه خب دوتا کتاب خیلی خوب هم داره که اتفاقا به اکتینگ یک کدو هم معروفه و سیستم تخیل و متد خودش رو گسترش میده و میرسه به یک ج... چیزهایی به نام جست های روانتنی یعنی هفت جست روانتنی رو انتخاب میکنه بر اساس متود های روانشناسی که من فکر میکنم ندیدم جای مریل استریپ بیان کنه این حرف یا ارائه بشه ولی خب من دوست دارم خودم این اینو ارائه بدم من فکر میکنم مریل استریپ به سیستم میخواید چخوف ورود کرده و روش مانور داده یعنی وقتی میبینم عنصر تخیل جهانی که از عنصر تخیل تعریف میکنه خیلی نزدیک به میخائیل چخوف و اون چیزی که از حاله هایی که اون نقش رو وقتی تخیل میکنه تعریف میکنه من خیلی جست های روانتنی میخواهی چه خوف میگم یعنی می چه خوف برای هر کاراکتر جست های آرکایپ و کهن الگوهایی رو در نظر میگیره و میگه همه نقش های بزرگ دنیا چه کوچیک دنیا شما میتونید بالاخره تو این کتگوری این جست های روانتنی پیداشون کنید من فکر میکنم مریل استریپ به این فضا ورود کرده و حداقل من وقتی نگاه میکنم میبینم از این جنس داره میره جلو چرا چون که تو جست توی تخیل و جست های روانتنی شما هم عنصر خود بازیگر رو میبینی یعنی کاراکتر میل سریپ رو می بینین هم نقش رو مثل دنیل دیلویز نیست که یه دفعه یه انقدر از خودش دور میشه نقش که شما اصلا اینکه تشخیص بدین دنیل دیلویزه وجود نداره ولی شما نه در میل سریپ میبینین یعنی اتفاقا سیستم و متدش در اینه که جا، جاهایی از نقش رو ببینیم جاهایی از میل استریپ اینطوری می... که خودت گفتی در واقع تو صحبت قبلت این بود که گفتی میل استریپ یه جا گفته که من یه خصوصیت خودم رو پیدا میکنم تو نه بله دقیقا می میرم پر اونو پرورشش میدم اونا پرورش همینی که داری میگه دقیقا همین میشه دقیقا حالا جالبه میخوایی چه خب کجا با اتفاقی قصه یکی خیلی معروف این قصه سر کلاسه به استانیسلافسکی میگفته اعتاد بزنید به دوران کودکی به خاطراتتون و هر حسی که اینجا بهتون دست میده رو بازی کنید خب همه میرفتن به دوران کودکی مثلا یکی اگر پدری از دست داده بود میرفت بیاد می آورد دوران عزاداری رو یا مثلا معشوقی از دست داده بود اون دوران رو به همون س... اتود انجام میداد میخایل چخوف که میره شروع میکنه اتود اتفاقا از دست دادن پدرش رو انجام میده و بسیار گریه و همه کلاس براش دست میزنن میخایل چخوف چیز خود استانی سرافت کم خیلی تعریف میکنه ازش میگه بسیار اجرای خوبی بود خب بگو به من حالا تعریف کن خاطرت تو کجا پدرتو از دست دادی چه شکلی بوده چه اتفاقی افتاده میگه همش رو تخیل کردن میگه من حتی در اون دوران زندگی خیلی سر مراسم عزاداری هیچ آدم عزیزی رو از دست ندادم ولی تخیل کردم که اگر من پدرم رو از دست بدم چه وضعیت روانتنی پیدا میکنم بدن من در چه موقعیتی قرار میگه من این سیستم رو خیلی دوست دارم اتفاقا تو کلاس های خودم هم اصولا میرم به این سمت آموزش یعنی شما به جای اینکه خاطره رو مرور کنی که حس در ایجاز شه من خاطره رو مرور میکنم برای بچه ها اینو میگن که بدن به یاد بیاره که وضعیت تنفسی چجوری بود چشمات در چه وضعیتی بودن اندام ازولات بدنت اون موقع در چه وضعیتی بود وقتی که بدن به یاد بیاره ناخداگاه عواطف هم شروع میکنه به بیدار شدن من فکر میکنم ملی استریپ همین کاری میکنه و به این سمت میره جلو یعنی از این منظر متد ملی استریپ اینجوری و به خاطر همین تصمیم گرفتم که بهترین بازیگری که یعنی دوست دارم اگر بخوام انتخاب کنم به عنوان بهترین بازیگری که خودم دوست دارم و در تاریخ سینما من مریل استریپ رو انتخاب میکنم و جالبیش حالا چیه شما حالا یه میخوام چرا این دوتا فیلم رو انتخاب کردم که سال 1995 و 2013 یه تفاوتی وجود داره حدود 17 ساله بین مریل سریپی که یک زن خانه داره ولی در دوران جوانی داره بازی میکنه اتفاقا وزنش رو میاره بالا که یه ذر پخته تر مسنتر دیده شه و, و, یه بازی و سال یه مادر یه خانواده رو بازی میکنه که به نظرم یک حیولای دوست داشتنی من اینجوری اسمشو میذارم که سرطان دهن داره از لحاظ شناختی مغزش درست کار نمیکنه معتاد به قرص های روان درمان آرام بخشه این دوتا کاراکتر شما وقتی کنار هم میذارین در عین اینکه تفاوت های عجیب و غریب بین این کاراکتر ها میبینین و حتی در ارائه مریل استریپ ولی شما یک شباعت های هم میبینین متوجه این که یک بازیگر توانمندی به نام مریل سریپ داره بازی میکنه توی یکی از مصاحباش یه, یه یعنی نفر ازش میپرسه که چجوری این کار رو میکنی؟ میگه من هیچ فکر به چجوری فکر نمیکنم میگه خب فکر نمی‌کنی یهو هیچ وقت فکر کردی که اشتباه داری می‌کنی میگه هیچ وقت میگه نه حتی یک بار هم یک درصد هم فکر نکردم الان دارم این صحنه رو اشتباه بازی می‌کنم و با می‌خوام بگم این این نگاه و این اعتماد به نفس چقدر برای بازیگر مهم مثالی که می‌زنه این است You ready for this? No. No way. Hey mom, I'm here. God damn your father for putting me through this. Do you remember your aunt Karen? Well, that must be this year's man. Soon you'll be gone, never to return. Don't start with now. Father, you broke his heart when you moved away. That is wildly unfair. You were Beverly's favorite. You know that. I prefer to think my parents loved their children equally. I'm sure you prefer to think that Santa.